شعر انتقادی جالب هارون یوسفی. متوقف شدن فعالیت 16 کارخانه سنگ مرمر در ننگرهار. امارات از این پس فیلم‌های سینمایی را سانسور نمی‌کند. همچنان تلفات طوفان در فیلیپین افزایش یافت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از رادیو آزادی، طوفان فیلیپین. والی یکی از ولایت‌های مرکزی فیلیپین روز یکشنبه 19 دسامبر اعلام کرد که 872 تن دیگر که در اثر طوفان موسوم برای جانهایشان را در مرکز این کشور از دست دادن یافت شده است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، با این ارقام جدید شمار جان باختگان طوفان که به روز شنبه در فیلیپین آغاز شد تا کنون به 146 نفر رسیده است. اوتوریاب والی بوهول در فیلیپین گفته است که در اثر این طوفان تا هنوز 10 تن ناپدید و 13 تن دیگر زخمی شدند. او گفته که احتمال می رود شمار کشته شده ها بیشتر از این باشد، زیرا تماس با بسیاری از شهرها در حال حاضر قطع است. فعالیت 16 کارخانه سنگ مرمر در ننگرهار متوقف شد. اطلاعات روز. منابع محلی در ولایت ننگرهار می گویند که با تسلط گروه طالبان بر افغانستان، فعالیت 16 کارخانه سنگ مرمر در این ولایت متوقف شده است. عارف الله شیرزاد، معاون اتحادیه صنایع سنگ مرمر ننگرهار، امروز یکشنبه 28 قوز به روزنامه اطلاعات روز گفت فعالیت این تعداد کارخانه های سنگ مرمر به خاطر کمبود برق و سایر مشکلات متوقف شده است. به گفته او، همکنون در ننگرهار از مجموع 22 کارخانه سنگ مرمر تنها 6 کارخانه و فعالیت خود ادامه داده است. عارف الله شیرزاد اما تاکید کرد که این تعداد کارخانه ها هم ممکن است به زودی سقوط کند. با این حال، معاون اتحادیه صنایع سنگ مرمر ننگرهار با متوقف شدن فعالیت 22 کارخانه سنگ مرمر، صدها نفر بیکار می شوند. با تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه است. بیشتر شرکت ها و کارخانه ها از فعالیت باز مانده و افراد زیاد بیکار شدند. همچنین در پی سقوط افغانستان به دست این گروه، نرخ های مواد اولیه به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. هارون یوسفی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: چکچورها بوتم به پای و هر دو جرابم را بودند، از کنج میز بوتل آبم را بودند. هر چند بندواز به مال جهان نیم، لیکن ببین تمام حسابم را بودند. آتش زدند دفتر و دفترچه های من، الماری کلان کتابم را بودند. یک پیرهن به جان من است و ولی چه سود، تنبان من زروی تنابم را بودند. آن منقلی که تحفه ماما قدوس بود، همراه سیخ های کبابم را بودند. یک پنجه ساز درد مرا چاره می نمود، این ناکسان فلوت و ربابم را بودند. نسوار خود به کنج اتاقم گذاشتند، یک بوتل کلان شرابم را بودند. یک راز را برای تو می گویم ای عزیز، دیویدی های فیلم خرابم را بودند. القصه این مجاهد طالب به زور خود، از چشمهای من همه خوابم را بودند. هارون یوسفی، انگلستان. و در پایان، امارات از این پس فیلم‌های سینمایی را سانسور نمی‌کند. صدای آمریکا. امارات متحده عرب 19 دسامبر اعلام کرد که پس از این فیلم‌های سینمایی را سانسور نمی‌کند. این کشور رده‌بندی جدید تماشاچیان 21 ساله و بالای فیلم‌ها را معرفی کرد. با این معنی که از این پس تماشاچیانی که 21 سال یا بیش از آن سن دارند می توانند فیلم ها را بدون سانسور تماشا کنند. امارات متحده عرب که متشکل از 7 امارت است،
در گذشته فیلم های سینمایی را پس از سانسور نشر می کرد. بر اساس این تصمیم جدید فیلم های خارجی بدون سانسور نشر خواهد شد، اما دستبندی سنی در آن به گونه جدی پیگیری خواهد شد. امارات متحده عربی در سالهای اخیر قوانین متعددی را تعدیل کرده است. امارات متحده عرب سال گذشته برخی از تغییرات را در سطح فدرال معرفی کرد که بر اساس آن روابط جنسی پیش از ازدواج و نوشیدن الکل برای غیر مسلمانان جرم پنداشته نمی شود. بر اساس فرمان گذشته رئیس جمهور امارات متحده عرب، غیر مسلمانان پس از این می توانند تحت قانون مدنی در ابوظبی ازدواج کنند، طلاق بگیرند یا پس از جدا شدن از همدیگر مسئولیت کودکانشان را به گونه مشترک بر عهده بگیرند. امارات متحده همچنان در اوایل ماه جاری اعلام کرد که مانند کشورهای غربی روزهای شنبه و یکشنبه را رخصتی اعلام خواهد کرد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.